زمان به کمال رسید خدا پسر خود را به جهان فرستاد چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یا و شاهدان من خواهید بود از اورشلیم تا اقصای جهان زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم زمان ملاقات خدا از مردم سرزمین ما رسیده تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر روغن شادمانی به عوض نوهگری بر ادای تسبیح به جای روح کدورت پس مریضان شفا بیابید افتادگان برخیزید اسیران از آزاد شوید متبارک باد سرزمینی که عیسی نجات داد. خداوند شما اعلام میکنه از که دورو نزدیک هستید برکت خداوند بر شما باشد هفته ای که شروع میکنید به نام عیسی هفته ای مبارک در خداوند و در قوت زورآوری او در اقتدار قدم بزنید و باشه به نام عیسی خدا هر خستگی و هر بار گران و هر درد و هر غم و هر اندوه رو در نام عیسی امروز به زمین بگذارید در حضور خداوند و با جانی تازه هفتتون رو شروع بکنید به نام مسیح. آمین. اگر یادتون باشه هفته گذشته پیغام سال شروع کردیم و میخوام اون بذر این پیغام رو با شما عزیزان در میون بذارم درباره سال یوبیل و سال پسندیده خداوند و سال وعده هایی که خدا داده و انتظار و انتظار و انتظار و انتظار, و انتظار کشیدم به نام عیسی دریافت کنیم. آمین. خدا را شکر برای این فرصتی که داریم تا این پیغام رو بشنویم و آنچه که خدا میخواد امسال با ما در میون بذاره آیه ای که به طور خاص های امسال روی اون فکوس میکنیم و کار میکنیم از لوقا باب چهار از از آیه هجده تا نوزده که آیه بسیار معروفیه و درباره این داره صحبت میکنه که عیسی به معبد میره و از اون میخوان که قسمتی از تومار اشیای نبی رو بخونه و درباره این پیغام شروع میکنه به گفتن که درباره اون میدونید الان نمیخوام وارد این قسمت بشم اما به طور خاص میخوام ابتدا به ساکن درباره خود یوبیل و سال پسندیده با شما صحبت کنم و پیغامی که امسال خدا میخواد به نام از اسیران آزاد بشن و مریضان شفا پیدا کنن افتادگان بلند بشن و آنچه که انتظار کشیدی و مال تو بود و مال تو می باید می بود و دریافت نکردی یا داشتی از دست خدا به تو برگرداند سال یوبیل سال رهایی و سال فیض خداونده و میخوام به طور خاص یک نگاهی اجمالی به کل کتاب مقدس در طول امسال بکنیم زوایای مختلف از عهد عتیق عهد جدید و تعالیم عیسی رو نگاه کنیم که تمام تعالیمی که عیسی داره میگه یک سرش به یوبیل میخوره تمام تعالیم تمام مسئله ها تمام چیزهایی که عنوان میکنه با شما باز میکنم آیاتش رو برای شما باز میکنم اون پیغام ها رو برای شما میخونم پیغام هایی که همیشه میدونستید ای این آیه رو میدونستم ای داستان رو میدونستم ای آره این مسئله رو میدونستم اما نمیدونستم به یوبیل برمیگرده اصلا نمیدونستم ارتباطی با یوبیل داره فقط میدونستم که آره همچی داستانی هست معنیشم این میشه و میخواد اینو بگه اما چی شد یه دفعه اینو انتخاب کرد و این داستان رو مطرح کرد همش برمیگرده به محتوای یوبیل و سال پسندیده اول از همه میخوام در همین ابتدا واژه ها را طبق سال های قبل با همدیگه مرور کنیم اگه یادتون باشه سال گذشته درباره قانون های آسمان صحبت کردیم و تو قانون های آسمان اومدیم واژه فیض رو مطرح کردیم اومدیم واژه حق رو مطرح کردیم اومدیم واژه عدالت رو باز کردیم اومدیم واجه های راستی رو واجه های رحمت رو باز کردیم و بعد ارتباط های اینها رو با هم دیگه دیدیم که تو کتاب مقدس چی میخواد تعلیم بده و این هم طبق معمول میخوام درباره اون ابزار اولیه که ما احتیاج داریم که این امسال رو بفهمیم و این پیغام سال رو درک بکنیم رو با هم دیگه باز کنیم چه در انجیل لوقا و به چهار چه در اشعیا شست یک که عیسی از اون نبوت استفاده میکنه و درباره اون داره صحبت میکنه که اگر میدونید که خب آمین اگرم نمیدونید خوبه که این آیات اول برای شما بخونم و بعد برسیم به این معانی که در واقع میخوام درباره صحبت کنم و میدونیم که عیسی چه روز در بیابان هست تجربیات پشت سر میگذاره از یک پیروزی در واقع عبور میکنه و بعد میاد بیرون و اولین جایی که میره بعد از تجربه بیابان که ابلیس رو رها میکنه میگه و به ناصر جایی که پرورش یافته بود رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه درآمد برای تلاوت برخواست. آنگاه کتاب اشیای نبی را به دو دادند و چون کتاب را گشود قسمتی را یافت که مکتوب است روح خداوند بر من است زیرا که مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم امین پس درباره سال پسندیده و واژه پسندیده داره صحبت میکنه عیسی پیغامش رو داره شروع میکنه و میدونیم این شروع پادشاهی خداست عیسی اومده داره میخواد صحبت کنه که بیاید توبه کنید و پادشاهی خدا بازگشت کنید و وارد بشید میدونید پیغام عیسی پیغام نجات بود پیغام شفا بود پیغام بازگشت بود پیغام دوستی با خدا بود پیغام صلح با خدا بود تمام مسائل هایی که میزد پسری دو, پدری دو تا پسر داشت یکی شب گم شد دوباره برگشت ماجرای آدم و باغ عدن را داره توضیح میده تمام مسائل هایی که داره میزنه درباره پادشاه عروسی پسر پادشاه بود و رفت و مردم رو دعوت کرد درباره این داره صحبت میکنه که خدا پادشاه جهان بود درباره عیسی صحبت میکنه به عنوان پسر خدا پس تمام مسائل ها حول و پیغام پادشاهی خدا میچرخه اما این بار که درباره این سال پسندیده داره موعظه میکنه این پسندیدگی درباره چی داره صحبت میکنه به چی میگن پسندیده و سال پسندیده یعنی چی واژه پسندیده در زبان عبری از واژه راتسون میاد که این راتسون واژش به معنی دلپذیر دلپسند لذت بخش دلنواز خوشمزه و لذیذه این واژه راتسون که در زبان عبری استفاده میشه در اشیا 61 و, و میگه سال دلنواز ایسا داره درباره صحبت میکنه میگه امسال سالی دلنواز سال تسلی سال دل دل خوشمزه دلپسند لذت بخش برای تو خواهد بود پس پیغام ایسا از اینجا شروع شد از اشعیای نبی که خدا میخواد سال پسندیده رو برای ما اعلام کنه و جالبه که وقتی ایسا خدمتش رو شروع کرد از بیابان اومد بیرون مصادف بود با سال یوبیل قوم یهود و همزمان شده بود با این و عیسی زمانی که رفت این پیغام رو اعلام کرد تو جو و محیطی بود شما تصور کنید مثلا عید نوروز و عیسی هم ایرانی بود و بعد می اومد روز اول نوروز شروع میکرد به تعلیم دادن درباره وقایی که درباره عید نوروز بود پس میدونی جو جو نوروزیه ایام ایام نوروزیه اتمسفر اتمسفر نوروزیه و عیسی میامد درباره وقایع نوروز میخواد صحبت کنه که مثلا روزی نو هست خب خونه تکونی میکنید قلباتون رو پاک میکنید این کار این کار میکنید مثال داریم میزنیم خب نمیخوام تایید کنیم که حالا نوروز به خوبه یا بعده یا درباره چی داریم صحبت کنیم میخوام بگیم اگه عیسی در این ایام و این اتمسفر بود مطمئنا میومد درباره این شرایط صحبت میکرد و چون که عیسی خدمتش با دوران یوبیل و سال یوبیل شروع کرد جو و اتمسفر درباره این بود و مردم انتظار اینو میکشیدن که انقریب واقعی قرار اتفاق بیفته و عیسی درباره این سال پسندیده صحبت میکنه و جالبه بلا فاصله بعد از اون میگه چون کتاب را به هم پیچید به خادم سپرد بنشست و چشمان اهل کنیسه بر او دوخته شد آنگاه به دیشان شروع به گفتن کردن امروزی نوشته به گوشهای شما تمام شد پس همه بر وی شهادتن که از سخنان فیضآمیزی که دهانش صادر میشد تعجب نمودن مگر این پسر یوسف نیست و بعد جالب شروع میکنه که صحبت کردن عده اون را از بقول معروف عصبانی میشن و میندازنش بیرون خب مگه چی داشت میگفت میگفت سال فیض خدا سال دلپسند خدا سال دلنباز خدا فرا رسیده و خدا ان غریب شما رو مورد لطف میخواد قرار بده چرا با افتادن دنبالش و میخواستن از بالا بندازنش باین و بکشنش و دست از سرش آخر کار ول میکنه و میره پیغامی نداد به شما خواهم گفت که چرا این اتفاق داره میفته اما جالب وقتی این سال پسندیده یا واژه پسندیده راتسون رو نگاه میکنیم این معانی رو ما قبلا یک جای دیگه درباره یک واژه دیگه تو کتاب مقدس میبینیم که دقیقا همین تعاریفی که درباره پسندیده عنوان میشه یه جای دیگه ما درباره یه واژه دیگه میشتیم در کتاب مقدس تحت عنوان باغ عدن و واژه عدن که در کتاب خروج درباره صحبت میشه که از ریشه کلمه ادنا میاد جالبه دقیقا معنی عدن همینه دلنواز دلپسند خوشمزه و لذیذ و لطیف و این کاملا طبیعیه تو ادبیات ما هم مثلا شما میگی چه غذا خوشمزه است بگی لذیذه دو تا کلمه اما دو تاش یه معنی میده دو تا واژه متفاوت اما معنیش یکیه و اینجا هم دقیقا معنی که برای عدن داره استفاده میشه با معنی که برای دل پسندیده داره استفاده میشه دوتاش هم معنیه پس وقتی عیسی درباره سال پسندیده داره صحبت میکنه راجب سالهای باغ عدن داره صحبت میکنه سالهایی که آدم با خدا بود و در حضور او میخرامید و در استراحت و آرامی بود و حضور دلنواز و دلپسند خدا را تجربه میکرد پس اعلام سال پسندیده اعلام بازگشت به باغ بود. اما وقتی راجع به باغ داریم صحبت میکنیم و ما میبینیم که قبل از اینکه خدا انسان را بیافرینه و در باغ بذاره میبینیم که در باب یک درباره خلقت آدم داره صحبت میکنه و اونجا صحبت از چی داره میکنه و اولش با آیه 26 میگه که بیایید آدم را به شبیه خود بسازیم و به صورت خود بسازیم و بعد ادامه میده تا بر تمامی ماهیان دریا و پرندگان و چرندگان و خزندگان و هر آنچه در زمین و زمان و همه چی وجود دارد حکومت کند و ایشان را برکت داد و گفت کسی رو بارور شوید و زمین را پر سازیم. پس میبینیم که خدا اون وعده رو که داره میده و بعد میاره میذاره در عدن محیطی دلپسند خلقتی به وجود میاره و میگه خب الان این وعده که به تو دادم کسی رو بارور بشو زمین رو و باغ رو بزرگ بکن و زمین رو تبدیل به باغ بکن اما چرا باغ؟ چرا خدا انسان رو در باغ میذاش؟ قبلا دربارهش صحبت کردم اما چون که پیغام هر سالی مختص خودشه وقایع هم ارتباط با خودش رو بهتر دوباره مرور بکنیم در تمام کشورها و در تمام امپراتوری ها و در تمامی قدرتها پادشاهان یقور و قوی و عظیم همگی اقتدار و قدرتشون و یکی از نمایش های جلال خودشون باغشون بود میگه اگر نباکت نصر میبینی باغ های بابل باغ هایی بود که در واقع شکوه و عظمت بابل رو نشون میداد حکومت حخامنشی رو نگاه میکنیم و امپراتوری در واقع کورش کبیر رو نگاه میکنیم باغی که متعلق به این امپراتوری بود و متعلق به کورش کبیر بود این باغ سمبولی از جلال و حکومت یک پادشاه رو نشون میداد. و ما در بارها میبینیم در جاهای مختلف که باغهایی وجود داشت که در واقع جلالی از پادشاه رو نشون میداد پس تمام پادشاهان و امپراتورهای جهان یک قسمتی از جلالشون رو با باغ نشون میدادند. و جالب این از کجا ورداشتن؟ از کتاب مقدس چرا که خدا که پادشاه پادشاهانه شروع خلقتش با یه باغ نشون میده که انسان را به باغ خودش یعنی به باغ پادشاهی پس عملا عدن که مکانی دلپسند و دلنواز و لذیذ و لطیف و خوشاینده چرا چون که صاحبی داره که خداوند به عنوان پادشاه پادشاهان صاحب این باغه و خدا انسان را نه فقط در این باغ نهاد از گل این باغ او را خلق کرد پس ذات آدمی و دی ای آدمی متعلق به این محیط دلپسند و دلنواز و خوشمزه و لطیف و آرامه انسان برای بیابان خلق نشده و به همین دلیل تو کتاب مقدس بیابان یک لعنته انسان ذاتا مال باغه و متعلق به باغه و یکی از دلایلی که وقتی در محیطی سبز و باغ و بوستان قرار میگیره جانش تازه میشه بدونه که بفهمه چرا وقتی نحری و وقتی نهری و باغی قرار میگیره اینکه انسان ها دوست دارن عروسی رو در باغ بگیرن این دقیقا برمیگرده به دی ای آدمی و ذات آدمی و احساس میکنه متعلق به اینجا بودم قبلا که دوست دارم دوباره از همونجا در اونجا قرار بگیرن پس این باغ در واقع که کتاب مقدس درباره بالایش داره صحبت میکنه باغ عدن باغی دلپسند و خوشایند باغ خداست که خدا انسان رو در اونجا قرار داد و این باغ باغ پادشاهی خداونده و عملا باید بگیم خدا باغی را در پادشاهی خود قرار داد به نام عدن و انسان را در باغ پادشاهی خود خلق کرد و در آنجا اجازه سکونت داد پس ما در باغ پادشاهی خدا به دنیا آمدیم ما در بیابان به دنیا نیامدیم به خاطر موت متعلق به بیابان نیستیم و بیابان مکان حیوانات و وحوش صحراست که سمبولی از دیو هاست و تمام سعیشون رو کردن که باغ رو تبدیل به بیابان کنن و متاسفانه موفق شدن با گناه آدمی باغ ناپدید شد و از می رفت و باغ شد بیابان چی در میاد از این باغ خار و خس زحمت و تلاش بسیار و ناآرامی دقیقا جملاتی مخالف باغ عدن شما میتونید بگید بیابانه هر چیزی که ضد در واقع باغ عدنه میشه بیابان و بعد دنیای بیابان زده میبینیم که عیسی مسیح میاد میره در بیابان و در این بیابان نبردی بین شیطان و عیسی پیش میاد و عیسی اونجا رو شکست میده و بعد از اونه که حالا از بیابان اومده بیرون رفته تو کنیسه و داره پیغام بازگشت به سال پسندیده رو اعلام میکنه آمین که الان برگردی الان اجازه دارید دوباره به باغ برگردید چرا چون من بیابان رو که مکان سکونت شیطان بود و فراگیر شده بود قدرت بیابان رو شکستم و لعنت بیابان را شکستم و اکنون زمان سال پسندیده خدا فرا رسیده پس برگردید به باغ خداوند که پادشاهی اوست آمین پس از اینجا داستان ما داره شروع میشه و شرحال پیغام امسال ما که سال پسندیده سال بازگشته چه بازگشت تو چه بازگشت چیزهای خوبی که تو داشتی و از دست دادی به سمت تو چه که تو بری به سمت نیکویی ها چه که نیکویی ها بازگردد به سمت تو هر دوش پیغام سال پسندیده خداونده آمین امید. پس آنچه که امسال میخوایم دربارهش صحبت کنیم این پیغام سال پسندیده خداست و ما میدونیم متاسفانه آنچه که خدا به انسان داده بود تمامی زمین بعدا اینها این واژه‌ها این یادتون باشه واژههایی مثل زمین واژه‌هایی مثل آزادی واژههایی مثل برکت تمام اینها از بین رفت شیطان زمین رو گرفت آزادی و برکت رو از آدمی گرفت هر آنچه که خدا به با عنوان باغ عدن داده بود همه رو شیطان دزدید و بعد میبینیم پیغام سال یوبیل پیغام گرفتن دزد و محکوم کردن دزد و بازگشتن اموال دزدی به سمت صاحبشه و چقدر تو زندگی ها هست که شادی ها دزدیده شده و به اسارت رفته آزادی ها سلامتی ها ناپدید شده خوشی ها کمیاب شده برکت نیست هر کار میکنم خار زمین است و بس چیزی از زمین به من آئدی نیست و همین ها چیزهایی که در واقع لعنت و سال پسندیده سال برعکس این هاست سالیه که خدا فدیه گناهان را میده ما میدونیم گناه انسان رو اسیر کرد و آنچه که آدم داشت رو شیطان صاحب شد و تنها طریقی که در واقع میشد دوباره زمین به آدم برگرده من فقط دارم واجه هایی رو میگم که بعدا کسایی که معلمن کسایی که کلام رو بلدن متوجه میشن این ارتباط ها رو اما اشکال نداره چون همه شاید معلم نباشن خادم نباشن شبان و کشیش نباشن که بخوان اصطلاحات رو بفهمن اما سعی میکنم ذره به ذره آرام آرام این مفاهیم رو برای همه باز کنم که حتی شخص عادی نوع ایمانم بفهمه که امسا سال پسندیده یعنی چی. و درکش بکنه و تنها طریقی که میشد دوباره آزاد شد زمین دزدیده شده برگرده اقتدار دزدیده شده برگرده جایگاه دزدیده شده برگرده شادی دزدیده شده برگرده باید یوبیل میآمد و کلام خدا میگه عیسی یوبیل ماست اما یوبیل چیه؟ و چرا این دوتا واژه با هم استفاده میشه؟ سال یوبیل، سال پسندیده در واقع سال پسندیده یکی از صفتهای سال یوبیله سال یوبیل صفتهای زیادی داره اما اگر در یک جمله بخوان سال یوبیل رو ترجمه کنن بهش میگن سال پسندیده چون که انقدر چیزهای مختلف درش وجود داره که اگه بخوان بگن خیلی زیاده و انقدر چیزهای خوب داخلش اتفاق میفته چون که خیلی زیاده در یک جملهش کردن سال پسندیده همینو بدون که امسال سالت خوبه دیگه فرقی نمیکنه قراره چه چیزهای برکت هایی بیاد امسال سال خوبه و هر آنچه که در این سال قرار اتفاق بیفته مال من و توست در مسیح ایسا چون که ایسا یوبیل ماست و برای اینکه چیزی دزدیده بشه چیزی رفته باشه مثل قماریه که تو این قمار قرار گرفتی و تو باختی پدر ما آدم باخت مادر بزرگ ما هوا باخت و چون که باخت تمامی نسل ما به فقر و بدبختی و بیماری دچار شد فقر از کجا اومد تمامی زمین و پری اون رو که مال خدا بود به آدم داد و چرا انسان داره در فقر زندگی بکنه چرا آدمی که دی این اش مال باغه باید خار و خس بکنه از زمین چرا آدمی که خدا آزاد آفرید باید در بند و اسارت و دیوها و افسردگی و ترچدگی و خشم و بغض و نفرت و کینه و انتقام باید زندگی کنه که این یعنی اسارت کسی که در درون این هست الان اسیره مسیحیه اما اسیره چون که نتونست آزاد بشه از بغض کینه هاش از نفرت هاش فلانش میکنم الش میکنم ببینمش فلانش میکنم یعنی چی؟ یعنی تو اسیری تو اسیری چرا چون این آزادی رو نداری چون یوبیل عیسی را باور نکردی که عیسی یوبیل توست و بهای تو رو داده اما یوبیل چیه واژه یوبیل بعضی ما آقا شنیدیم کرنای یوبیل دو دو کرنای یوبیله برای چی می اصلا یوبیل چیه؟ از کجا اومده؟ این پیغام یوبیل چی میخواد بگه؟ واژه یوبیل در زبان عبری از ریشه کلمه یوبل میاد که یوبل به معنی شاخ قوچه یعنی چی؟ شاخ قوچ بهش میگن یوبل که ازش میامدن یه کرنا و یه شیپوری میساختن کوچیک و بزرگ فقره میکرد و بعدا از اون استفاده میکردن. اما چرا این سال یوبیل از کلمه قوچ اومد؟ مگه اینها شیپورهای دیگه نداشتن؟ چرا شیپورهای دیگه پیغامشون پیغام یوبیل نبود؟ چرا این کرنای یوبیل فرق میکرد با کرنای جنگ؟ با کرنای جشنهای دیگه؟ با کرناهای جور و واجور که در کتاب مقدس ما میبینیم جور و واجور کرنا وجود داره برای کارهای مختلف و مراسمهای مختلف و جالبه که فقط یک کرنا وجود داشت و اجازه نبود از کرنای دیگه استفاده کنند و اونم بهش میگم کرناهای یوبیل که از شاخ قوچ میومد اما از کجا آمد این واژه؟ وقتی ما نگاه میکنیم تو کتاب مقدس شرحال ابراهیم رو میبینیم که خدا با ابراهیم اهده میبنده و ابراهیم وارد یه عهد خون میشه و یک عهد ابدی خدا با میبنده میگه با تو و نسل تو و نسل تو و نسل تو و نسل دن در نسل تو من عهد میبندم و خدا به واسطه به عهدی که با ابراهیم بست تمام نسل او رو برکت داده و میدهد با اینکه ایشان بیوفا و کلام خدا میگه بیوفایی آدم و فاداری خدا رو کنسل نمی کند. و چون که خدا با ابراهیم عهد مست خدا نگو بچه ها نامتی بچه ها شرن مصیبت بچه ها یاقی سرکشن بی خدا هم بود پرستن من ایشان رو رها میکنم. گفت با نسل اندر نسل تو ابراهیم من عهد می بندم. و خدا اونجا میبینی شرحال می بینیم شرحالی رو میبینیم که از اون میخواد که اسحاقش رو قربانی کنه که همه درباره این میدونیم و بعد میره می می و اسحاق می اون بوته بقول معروف آتش و هیزم هم بر کولش میگیره و میره بالا شهر حال نمی نمیخوام وارد این قسمت بشم میره بالا که در واقع اونجا و میگه پدر قربانی کجاست میگه قربانی را خدا مهیا کنه و بعد میره بالا و اونجاست که میدونید همین که در واقع خدا داره ابراهیم رو در واقع در این آزمایش قرار میده میگه همین که در واقع خنجر خدا برداشت میگه صدای آمد که ابراهیم استاب من قربانی تو را پذیرفتم اینکه چرا خدا همچی کاری کرد و خیلی ها منتقدن سر این و بعضی مواقع میگن از این یعنی اند خشونت اند فلان اند چیزهای مختلف الان نمیخوام این رو پاسخ بدم اما یه یک زمانی پاداد حتما پاسخش به شما خواهم داد برای اونایی که انتقاد میکنن اینا اما یه اتفاقی میفته و خدا میگه که میگه ناگاه دید قوچی که شاخش بر بوته گیر کرده می او را گرفت و به جای اسحاق قربانی کرد بهای اسحاق قوچی بود که اونجا بود و این قوچ شاخی داشت که این قوچ بعدا ما میبینیم سمبلی از عیسی مسیح و اون شاخش میشه شاخ یوبیل که پیغامی که داره پیغام تمامی جهانه که خدا و عیسی به عنوان یوبیل جهان خدا استفاده میکنه پس اینجا این سایه از این قوچی میآید که اینجا در این بوته گیر میکنه و از اونجا کرنا به نام کرنای یوبیل میاد و بعدا بینیم یه جاهای دیگه بهش میرسیم که روی این کرنا میگه نقره کاری کن یعنی چی میآمدن نقره ها رو با طرحهای مختلف مثل گل و بوته به قول معروف روی این شاخ میکاشتن شما دیدید منبت, منبت, منبت کاری های ایران رو دیدید زرکوبی ها و چیزهای مختلف و میان در واقع تلاکاری میکنن یه سری کارها روی اینها میکارن و در واقع اونجا میشینه روش و میده تزین یه چیزی داری اما روش تلاکاری شده و میگه روی این را بیاید با نقره روی این شاخ یوبیل و چرا نقره نمیگه تلا تلا که با ارزشتره گرونتر هم هست قیمت هم هست نقره تو کتاب مقدس سمبل فدیه گناهانه و ایسا به سی پاره نقره فروخته شد نقره در کتاب مقدس سمبل فدیه گناهانه هر جا تو کتاب مقدس نقره دیدید پیغام و سمبلی از فدیه بازخریده پس الان ما یک قوچ داریم یه شاخ داره که این قوچ سمبلی از ایساست و این شاخ پیغام صدای آزادی توست ای کسی که اسم تو اسحاق و تمام نسل تو ابراهیم و از نسل ابراهیم امروز کلیسا و دنیا میتونه آزاد بشه قابل فهمه؟ پس کرنا از اینجا میاد از این یوبل از این شاخ قوچ و میبینیم که نه فقط این قوچ سمبولیت از قربانی ایساس نه فقط شاخ او پیغام صدای بلند نجات جهان است که خدا به واسطه فیض بر جهان میریزد خدا جهانیان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد تلاش نگردد بلکه حیات جاودانی دارد ایسا فدیه گناهان ماست که این نقرکاری ها در اونه پس در اون این این کرنا صدایی هست که صدای نجات و فیض خداونده که از چی بیرون می آید؟ از این شاخ از این یوبل که دوران اسارت دوران افسردگی دوران بدبختی دوران فقر تو دوران بیچارگی و آوارگی تو دوران بیابانگردی تمام شد برگرد به باغ عدن سال پسندیده خداوند است این پیغام امساله و خدا میخواد این مفاهیم رو برای ما به نوعی باز کنه باید فدیه ای داده میشد و پیغام سال یوبیل پیغام فیض خداست یادتون هست در سال قبل راجبه صحبت کردیم فیض فرصت بودنه یعنی دوباره در باغ خدا بودن دوباره برگشتن به باغ خدا و به عدن خدا و به پادشاهی خدا این فیض خداست آمین اینکه من و تو لایق شدیم به واسطه لطف خدا و فیض خدا به بهش بریم این چیزی نیست به جز فیض خدا فیض خدا فرصت دوباره بودن را میده و یادتون باشه یه واژه هم داشتیم تحت عنوان حق امکان داشتن را حق گویند پس فیض به تو اجازه میدهد باشی حق به تو امکان میدهد که داشته باشی پس در پیغام یوبیل هر دوی اینها هست به تو اجازه میدم برگردی و دوباره داشته باشی آنچه که تو لایق و شایستش به واسطه فیض بودی آمین اینو میخواد بگه امسال به زبان ساده و آمیانه ما امسال این رو قراره با هم مرور بکنیم و این همون چیزی که در واقع عیسی میاد دربارش صحبت میکنه روح یهوه الوهیم بر من است از اشیا شست یک داره نبوتی که اشیا کرده رو داره به خودش نسبت میده میگه من اون یوبیل خدا هستم من اون یوبیل پدر هستم که وعده داده بود من من سال پسندیده خدا رو برای شما آوردم و تو این سال پسندیده چه چیزهایی هست امسال با هم مرور میکنم تو این سال چی هست تو این یوبیل چی هست تمامش رو دونه به دونه با هم تا آخر سال تا زمانی که عیسی نیومده و ما هستیم با شما در میون میذارم تمام برکت های یوبیل حقی و فیضی که در این یوبیل هست و با هم مرور خواهیم کرد عیسی تو اشیا 61 و توی خود لوقا باب 4 آیه 18 راجبه صحبت میکنه روح ادونای الوهیم بر من است و مرا مس کرده من مس شدم من انتخاب شدم من برگزیده شدم تا اون قوچ دوران ابراهیم باشم من برگزیده شدم تا اون شاخ کرنای آزادی باشم من آمدم تا اسیران آزاد بشن من مس شدم تا تمام آنچه که در یوبیل هست تحقق پیدا کنه و من تحقق یوبیل پدر هستم برای شما آمدم تا یوبیل برای شما انجام بشه یوبیل آزادی یوبیل رهایی یوبیل داشتن یوبیل رسیدن به هویت اصلی و آنچه که تو خدا برات مهیا کرده بود و شیطان دزدی در اشتباه دوزی پدران تو باختند و تو اسیر شدی چون که بعدا میبینیم یکی از پیغام های یوبیل اینه که پدران اشتباه کردند بچه ها به اسارت رفتن و این بچه اسیر باید آزاد میشد به خاطر اشتباه پدرش یا به هر حال به خاطر بچانسی پدرش یا بدبیاری پدرش یا مادرش ما میریم در پادشاهان میگه زنی اومد رب پیش الیشه گفت الیشه تو میدانی که شوهر من مرد خدا بود و جزو انبیا بود و مرد و به خاطر بدهی من صاحبش آمده و پسران من رو به خاطر نتوانستن قرض من داره به اسارت میبرد و این مرسوم بود پدر بدهی می آورد پسر رو میگرفتن گرفتن باید جریمه می ده. نداشت زمین می‌گرفتن نداشت گاوش رو نداش نداشت گل و رمه می‌گرفتن نداشت آزوغه رو میبردن نداشت انبار رو خالی میکردن نداشت بچه هاش رو میبردن نداشت زنش رو به کنیزی می‌بردن میگفتن کار کن یه جورایی انگار رفتی رستوران و خوردی پولم هم نداری یا رو هم خودتی میگه بابا ندارم باور کش تو بکنم خودتی برو تو هاش بشور تو با. اونجا باید کف میشستی و می رفتی ظرف می بود دیگه یه کلیپی دیدم یارو رفت گفت رفت هی سفارش داد خورد و خورد و خورد و خورد بعد تموم شد بعد به گارسان گفت که خب لطفا به من بگید من بعد چی برش گفت چی آقا؟ گفت که بفرمایید من بعد کجا رو تمیز کنم در خدمتم بعد گفت ما اینجا خودمون چی داریم کارگر نمیخوایم شما حساب میخوای حساب کنی حسابتون بدم گفت آخه پول ندارم من دیگه بقول معروف یارو خودش میدونست دیگه الان بره اسارت و بعد ظرف شستن و بقول معروف سابیدن و این در گذشته مرسوم بود الان هم گرو میگیرن وام میگیری خونه تو گرو میگیرن چی میکنی سند خونه ماشین تو گرو ماشین میگیری نمیدونم کارت چی تو گرو میگیرن اونه میگه آخر کار خود گرو میگیرن خب حال همیشه یه گروهی داره وام علاکی به کسی نمیدن و همین باعث میشد که مردم برن زیر اسارت و به بردگی فروخته بشن و چیزی که باید میداشتن رو نداشتن. بارها میبینی یه،, یه انبار بزرگ میبینی حراج زدن بعد تو این حراج نگاه میکنی تلویزیون و همه چیز از دوم خب همه چی میگه اینا کجا اومده نه جایی نمیده مال کسی که وام گرفتن نتونستن بدن یا برشکسته دولت همه رو گرفته الان چوب هر رای زده تو هم داری بری هر راج میخری به سادگی و چیزی که بگی وای آدم و چقدر بد بودن اون موقع الان مدرنی خیلی هم با کلاسی خوشگل و قشنگی مجلسی الان هم همینه هیچ فرقی نمیکنه. بری زیر قرض کلام خدا میگه شخص مغروز اسیر قرض دهنده است حالا به هر دلیلی اتفاق میافتاد اون رو بعدا نگاه میکنیم و چیزی که داره اتفاق میفته اینه که عیسی دقیقا الان اومده با دو تا هدف هم هدف اجتماعی و اقتصادی رو داره مطرح میکنه و هم یک چیزی بالاتر از این امور روحانی رو داره مطرح از امور زندگی جسمانی استفاده میکنه به امور روحانی هم میپردازه حالا میگه روح یهوه بر من است و مست شدم تا مسکینان را بشارت دهم مسکین یعنی نداری کسی که قبلا داشته اما الان نداره چی داشتی تو زندگیت که نداری خوشی نداری داشتم سلامتی نداری اما داشتم شادابی امید عشق اعتماد داشتم اما ندارم چی شد به اسارت برده شد گرفتنش نداری شبها آرام میخوابیدی الان نمیخوابی قبلا خوشحال بودی الان افسرده ای نداری پس اولین چیزی که میگه مسکین و طبیعی کسی که در واقع فردا قرار بیان بگیرن به زندان به خاطر بی پولی شب رو تا صبح آرام نمیخوابه تمام ترس وجودش فرا میگیره آبروی من چی میشه حیثیت من چی میشه تمام روح و روانش خونوادش میپاشه فشار قلبش میاد سکته میکنه یه شخصی میگو به خاطر بدهی اومده بود اموالمون رو بردارن همینکه که پدرم ایستاده بود همین تو ایستادیم حرف نزدیم گفتیم بابا بابا همین تو ایستاده بود میگه هیچ چی نمیگو ای داشتن جمع میکن، بابا بابا میگه ایستاده بود هیچی چی نمیگو میگه آن طلب افتاد زمین تمام چی که میره پس الان بیشتر میفهمی وقتی داره ایسا راجب پیغام یوبیل داره صحبت میکنه مثل اینکه یه نفر از آب برسه بگه استاب دست به هیچی نزنید چی شد؟ این کیه؟ من جریمه تو رو میدم سال یوبیل سال پرداخت جریمه های اشتباهات ما و اجداد ماست و سال شکست شدن لعنت های اجدادی ماست و عیسی روی صلیب تمام لعنت لعنت چیه هر چیزی که تو رو ناراحت میکنه لعنته. خواب از تو میگیره لعنته. جوونی تو میگیره لعنته. پیر و چروکت میکنه لعنته. موات میریزه و ناخونات میخوری لعنته. هرس میخوری لعنته. لعنت یعنی چی همیشه دنبال چیزای شاخدار نگردیم. هر وقت از باغ انداختنت بیرون یعنی لعنت یعنی بیابان یعنی لعنت یعنی تو باغ نیستی تو حضور خدا نیستی اون سال پسندیده و اون پیغام پسندیده رو نداری تا ها رو بشارت دهم جالب واژه مسکین در زبان عبری اناو به معنی نیازمند ندار محتاج بی حمایت بی پشتیبان ضعیف و خمیده و سرفکنده یعنی کسی که سرش پایینه از شرم و خجالت و نداری میگه اومدم یه خبر خوب بهت بدم سرتا بگو بالا پشت درست کن افسردگی و تو بی حمایت نیستی تو بی ساپورت نیستی تو بی صاحب نیستی تو خداوند داری تو وکیل مدافع داری تو عدونایی داری تو سرور داری تو صاحب داری آزاد شو. اومدم این پیغام رو به تو بدم اومدم خبر خوش رو به تو بدم بخاطر این پیغامش اینه تا مسکینان رو بشارت دهم بشار از بشیر از مبشر و بشارت یعنی خبر خوش و این چیزی نیست که ما رحت جدید باشه در عهد عتیق هم بودیم پیغام و خبر خوشیه برای آدم عصیر خبر خوشیه برای آدم مریض خبر خوشیه برای آدم بی پول خبر خوشیه برادر مجرد خبر خوش چیه؟ همچنان خوش باقی بمون دو میگه مرا فرستاد تا شکست دلان را التیام بخشم شکست دلان را التیام بخشم شکست دلان را التیام بخشم اینو میگم و تمام میکنم چون که امسال خیلی باهاش کار داریم بلش نمیگم چون که میخواستم بیشتر مفهوم یوبیل رو بفهمی چیه و خدا امسال چی میخواد به ما بده یه خبر خوش یوبیل اما یوبیل کی اتفاق میافتاد و چگونه اتفاق میافتاد؟ و چه زمان اتفاق می و چه چیز بعد اتفاق میافتد تو تا یوبیل می چه چیزی باید انجام بشه تا یوبیل آزاد بشه تو زندگی من آیا من باید کاری بکنم برای یوبیل آیا من باید قدمی بردارم برای یوبیل نه یوبیل فیض خداست هیچ کار قرار نیست تو بکنی فقط یک چیز هست میخوام تو ایمانتون یه بود و مکاشفه تازه امسال دریافت کنید که از این به بعد وقتی قرار چیزی رو دعا کنی که دریافت کنی و منتظری که چیزی رو بگیری یا چیزی رو داری از دست میدی و نگرانی که از دست بدم یا چیزی رو از دست دادی خداوند رو دا به من برگردان یا او رو یا بیش از او رو یا در فرصت و شرایط دیگری به من عطا کن اینگونه دعا کنی ای عیسی مسیح که تو یوبیل من هستی چون در این واژه قدرتی وجود داره که یک اعلام میکنی که باور دارم که عیسی یوبیل من فقط نجات دهنده روح من نیست شرایط زندگی و اقتصادی و خانوادگی و روحی و روانی منم عیسی یوبیله چون بعدا کلام خدا میگه میگه او غمهای ما رو بر خود گرفت نمیگه گناههای ما گناههای ما رو بله بر میداره اما غمهای ما غم یعنی افسردگی افسردگی ناامیدی یست، هست ها میگه عیسی اینا رو برداشت هر چیزی که به غم به روح ما مربوطه به روان ما مربوطه میشه غم میگه او غمهای ما رو بر خود گرفت و چقدر مسیحی هستن که دو غم دارن دست پنجه نرم میکنن چیگه باور نداره که عیسی یوبیل ایشان رو پس وقتی دعا میکنی ای ایسا که یوبیل من هستی و باور دارم که کرنای یوبیل پدر که تو هستی برای من نواخته شده و باور دارم تو اون کرنایی هستی که بهای آزادی من رو دادی که امروز می توانم در حضور پدر دست هامو بلند کنم و دراز کنم و پر برگرده چیگه تو یوویل من هستی تو شروع سال پسندیده من هستی تمام روزی که تو یادت میاد که ایمان آوردی شاید نوشته باشی بعضیا بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن بعضی گوشه کتابشو می نویسن بعضی مبشرها وقتی دعای ایمان با مردم میکنن میگه همین الان بنویس ساعتش هم بنویس گوشه کتاب یا انجیل هم بشه دیه میدن و شخصی که سالهای طولانی تو زندگیش اینو داره و اگه بشارت میدید به مردم و ایمان میارن حتما تشویقشون کنید یه گوشه کتابشون سال تولد تازهشون رو بنویسه سال تولد تازه تو اون لحظه سال یوبیل تو بود و کسی که بعدا ایمان میاره زمانی که ایمان میاره واژه رو میگه آمین سال یوبیل شروع میشه و ما الان که ایمان داریم در یوبیل خدا هستیم ولی چون که نمیدانیم در یوبیل چه اتفاقی میفته محروی میمد محتوای یوبیل ولی امسال وقتی برات آشکار بشه شروع میکنی آنچه که مال توست در این یوبیل میگه الان که من روحم در یوبیله و خودم در پادشاهی تو هستم در این سال پسندیده چون موضوع فقط یک سال به یک سال نیست بعد این یاد بگیری که سالهای پیش روی تو همش باید یوبیل باشه روزهای تو باید روزهای یوبیل باشه نه فقط سال پسندیده ماه پسندیده و هفته پسندیده و روز پسندیده و ساعت پسندیده در خدا من داشته باشیم آمین پس با این مقدمه امسالمون رو شروع میکنیم و هفته به هفته با هم خواهیم رفت تا دونه به دونه این محتوای یوبیل رو با شما باز کنم و ببینید واو چه چی چیزهای مال من بوده که من تا الان نداشتم با حقیقت یوبیل آزاد میشی و صاحب برکت یوبیل روز خداوند سال پسندیده خداوند و ماه های پسندیده خداوند خواهی شد آمین سرپا بیستیم دعا کنیم شکرگزاریم خداوند به نام عیسی مسیح یوبیل ما که ما را به پسندیدگی روزهای خداوند به پسندیدگی ها و سالهای خداوند دعوت کردی تو با اون کرنای یوبیل نباختی که آزاد شو و من آزاد شدم و نه فقط من آزاد کردی بلکه من داری دعوت کنی که آزاد بکنم دیگرانی رو که میتونم کرنای یوبیل رو در اونها به نام تو بنوازم و پیغام یوبیل پیغام رهایی پیغام آزادی تو و نسل بعد از تو باشد به نام عیسی پیغام یوبیل اینه که تو و اهل خانوادت با هم رهایی آنچه که اونجا پتروس میگه تو اهل و خانوادت نجات پیدا میکنی راجع به سال یوبیل داره میگه وقتی پدر آزاد میشد بچه ها آزاد میشدن به نام عیسی خداوند یوبیلش رو در زندگی اقتصادی شما بنوازد یوبیلش رو در زندگی خانوادگی و روابط خانوادگی شما بنوازد یوبیلش رو در آینده و تحصیلات تو و نسل تو بنوازد یوبیلشو در خدمت تو بنوازد یوبیلشو در سلامت جسم تو بنوازد یوبیلشو در آرامی و ثبت روح تو بنوازد چپ صدای یوبیل یاست صدای یوبیل جلو صدای یوبیل پشت سر صدای یوبیل از بالا صدای یوبیل از پایین صدای یوبیل تو را فرا بگیرد به نام عیسی دعا میکنم به نام عیسی که از همکنون هاللو یا برکت یوبیل رو بر شما اعلام می کنم بر اهل خانواده و نسل شما اعلام می کنم و بر سرزمینمون به نام عیسی بشود خداوند می تا دوران استراحت و آرامی تو برای سرزمینمون نیز فرا برسد هرچند که باید توبه و بازگشت بیاد تا دوران استراحت بیاد اما باشد که خداوند روزی در سرزمین ما اون صدای محیب اما دلنواز و دلپسند و لطیف و آرام و خوشایند در سرزمین ما شنیده بشه که صدای کرنای یوبیل نجات عیسی مسیح خداوند است. آمین. تا همگان چشمشون به آسمان. هللویا. آزادی ایسا را نجات ایسا را اول در روح تجربه کنن و بعد از اون به نام ایسا سرزمینمان از نظر سیاسی تغییر و تحول بیاود و تخت سلطنت و پادشاهی و جلال خدا در سرزمین ما برپا شود با گذاری ما رو مرخص کن و برکت بده ای صاحب یوبیل ایسای مسیح خدا بد. آمین آمین، آمین، هلالویا شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده که دوباره با همدیگه جمع بشیم و بشنویم ما بقیه پیغام یوبیل رو